سرخط خبرها حمله بمب های بی دوازده احرام آمریکا از کار افتاد باید به میادین نفتی که پاشنه آشیل ایران است حمله کنیم به نام خداوند بخشاینده مهربان حمله بمب های بی دوازده احرام آمریکا از کار افتاد همزمان با حمله بی سابقه بمب های بی آمریکا به یمن گروهی از ناظران از شکست تاکتیک های واشنگتن میگویند و بر این باورند که جنگ داخلی در یمن و رویارویی با ریاض و ابوظبی و ائتلاف تحت رهبری این دو بازیگر موجب شده تا انصارالله الله بتوانند امروز به راحتی از موانع عبور کرده و توان بازدارندگی غرب را در هم بشکند. آخرین دور حملات ماه اکتبر آمریکا به یمن حقیقتی ناخوشایند را برای واشنگتن و متحدانش در خود جای داده. تهدید حسی ها به این زودی ها از بین نمی رود. در عوض این گروه یمنی همچنان به عنوان پیشگام محور مقاومت حامی ایران بالاخص پس از ترور شهید حسن نصرالله رهبر حزب الله در ماه سپتامبر فعالیت دارد از زمانی که حسی ها حمله به کشتی های تجاری در دریای سرخ را در نوامبر 2023 آغاز کردند ایالات متحده و متحدانش تلاش کردند تا بازدارندگی را از طریق حملات هوایی مکرر تحریم و تعریف ائتلاف دریایی دفاعی بزرگ برقرار کنند تلاش ها جهت متوقف کردن حوثی ها که همچنان دریای سرخ را هدف قرار میدهند و تجارت جهانی دریایی را مختل می کنند ناکام مانده و شرکت های کشتیرانی را مجبور کرده تا از کانال سوئز اجتناب کنند و مسیرهای طولانی تری را در اطراف آفریقا طی کنند ترافیک دریای سرخ یک سوم حمل و نقل کانتینری جهانی را تشکیل می دهد و اختلال در آن تورم جهانی را تشرید و تولید ناخالص داخلی جهانی را کاهش می دهد. علوه بر این زنجیره تأمین را به هم می زند. هم مانند ماه اکتبر قادر به حمله به اسرائیل هستند. هرچند اسرائیلی ها مدعیند که بیشتر این حملات رهگیری شده و تعداد کمی از موشک های پرتابی موفق به فرار از پدافند هوایی اسرائیل شدند. از جمله حمله پهپادی ماه جولای به تلاویو که منجر به کشته شدن یک اسرائیلی شد. در همین راستا نشریه فارنافرز یادداشتی را منتشر کرده. اقتصاد نیوز این یادداشت را در دو قسمت ترجمه کرده که در ادامه شاهد آن خواهید بود. آمریکا قادر به توقف حوثی نیست. حوثی ها میگویند با هدف توقف جنگ در غزه حملاتشان را ادامه می دهند. آنها می گویند تا زمانی که غزه در محاصره باقی بماند، حملات ادامه خواهد یافت اما بعید است که آتش بس در غزه به خودی خود به تهدید حوثی برای تجارت دریایی جهانی پایان دهد. این گروه به دنبال تثبیت کنترل خود بر شمال یمن در بهبوهه جنگ داخلی یک دهه است. به ادعای ناظران حوثی ها طرحهای بزرگتری را برای اثبات خود به عنوان بازیگر اصلی منطقه‌ای در نظر گرفتند. از همین رو حملات علیه کشتی ایرانی تجاری راهی موثر و سخت برای دستیابی به هر دو هدف است. با این حال حوسی ها علا رقم ان اتاف پذیری ظاهریشان آسیب نپذیر نیستند. پاسخ موثرتر تر به تهدید حوسی ممکن است اما آمریکا که در قیاس با بسیاری از کشورهای همسایه نفوذ بسیار کمتری در داخل یمن دارد قادر نیست در این مسیرگامی مؤثر بردارد در عوض عربستان سعودی و شرکای آن باید از بزرگترین آسیب پذیری حوسی یعنی قابلیت اقتصادی بلند مدت این گروه استفاده کرده و آنها را متقاعد کنند که رسیدگی به مشکلات مالی و حفاظت از منافعش در داخل یمن مستلزم توقف حملاتشان است. ایالات متحده و شرکای این بازیگر در پاسخ به حملات حوسی ها از سه ابزار استفاده کرده اند. تحریم های اقتصادی، حملات هوایی علیه سایت های موشکی و پهپادی حوسی ها مانند حملات اوایل این ماه و تعریف اعتلاف دریایی برای دفاع از کشتی ها در دریای سرخ. عملیات دریایی به رهبری ایالات متحده علیه حوسی ها بزرگترین نبرد دریایی ایالات متحده از زمان جنگ جهانی دوم در خلع موفقیت بوده و دهها پهپاد و موشک حوسی ها رهگیری شدند اما دفاع در برابر هر حمله پهپادی موشک و قایق کوچک در طول صدها مایل در دریای سرخ و خلیج عدن بسیار دشوار است و حوسی ها همچنان آنقدر آسیب وارد می کنند که عبور از این آبها را برای اکثر کشتی ها خطرناک می کند. کشتی های تجاری دقیقاً به دلیل همین حملات دریایی حتی در مواجهه با قابلیت های نظامی گسترده آمریکا ناتوان شده اند. حسی ها پس از مقاومت در برابر حملات هوایی تهاجمی هفت ساله به رهبری عربستان سعودی که به دنبال وقوع جنگ داخلی در سال 2014 انجام شد، یاد گرفتند که چگونه از دارایی های نظامی خود در برابر حملات هوایی محافظت کنند و به سرعت ذخایر مشکی و پهپادهای خود را تکمیل کنند. واشنگتن از شکست ریاض درس بگیرد. لشکرکشی های زمینی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بازیگری که دهه گذشته علیه حوثی جنگیده از سال 2018 تا کنون دستاورد مهمی در میدان نبرد ثبت نکرده. متحد ریاض علی عبدالله صالح دارایی های نظامی و مالی فراوان خود را به اشتراک گذاشت و نهادهای دولتی را تصرف کرد. در این مدت حوثی با حمایت ایران توانایی های نظامی خود را افزایش دادند. نیروهای یمنی با حمایت عربستان و امارات موفق شدند کمی قبل از مذاکره سازمان ملل برای آتش بس در آوریل 2022 برخی از مناطق را از حوسی ها پس گرفته و نشان دهند که فشار نظامی ممکن است حوسی ها را وادار به مذاکره کنند. آتش بس در داخل یمن تا حد زیادی از آن زمان حتی با وجود آشفتگی سال گذشته در منطقه برقرار است. همانطور که در سال گذشته مشخص شده اما اقدام نظامی به خودی خود مانع از حمله حوسی نخواهد شد به نظر نمی رسد که حوسی از ضربه های جذبی آسیب ببینند حتی زمانی که حملات به اهداف حوسی ها موفقیت آمیز باشد مشروعیت سیاسی این گروه افزایش خواهد یافت کنترل حوسی در داخل یمن تا حد زیادی به واسطه این باور است که این گروه در حال دفع تجاوز خارجی و ایستادگی در برابر قدرتمندترین کشورهای منطقه و جهان است. باید به میادین نفتی که پاشن آشیل ایران است حمله کنیم. یا ایر لاپید رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی به حمله پهپادی که محل اقامت نخست وزیر این رژیم در منطقه قیصاریا را هدف گرفت واکنش نشان داد. آرتی نوشت لاپید اظهار داشت ما باید به میادین نفتی حمله کنیم زیرا پاشن آشیل ایران است. ایرانی ها باید بدانند که آنها تاوان مشک های شلیک شده حزب الله به سمت اسرائیل را پرداخت خواهند کرد. صبح روز گذشته پهپادی محل اقامت نخست وزیر رژیم صهیونیستی را مورد هدف قرار داد. این پهپاد از لبنان توانسته حدود 70 کیلومتر وارد عمق خاک فلسطین اشغالی شود و بدون آنکه توسط پدافند رژیم صهیونیستی رهگیری شود به محل اقامت نتانیاهو اصابت کند. حزب الله یا گروه دیگری رسما مسئولیت این حمله پهپادی را بر عهده نگرفته محمود قماتی نائب رئیس شورای سیاسی حزب الله شب گذشته در گفتگو با الجزیره در پاسخ به سوالی درباره هدف گرفتن اقامتگاه نتانیاهو گفت جهان بدون نتانیاهو مکانی بهتر خواهد بود ما درگیر جنگی موجودیتی علیه اشغالگران شده ایم و قافلگیری های بسیاری در چنده داریم نایب رئیس شورای سیاسی حزب الله تاکید کرد مقاومت نتانیاهو را بدون مجازات رها نخواهد کرد سال و درست باشید وقت شما به خیر خدا نگهدار